درود بر یاران و همراهان فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. امروز شنبه است. 14 نوامبر 2020 برابر با 24 آبان 1399. دوستان عزیز، بخش دوم ویژه همبستگی جهانی با پناهجویان رو به همراه شما آغاز می‌کنیم. در این برنامه سعی داریم توضیحات لازم رو، اون چیزی که عزیزان و کارشناسان توضیح میدن، داشته باشیم برای شما. ولی قبل از اینکه شروع کنیم، با این مقدمه بحث رو آغاز میکنیم. پناهجویی یک حق هست. یک حق جهان شمول برای کسانی که احساس خطر میکنن. برای اونهایی که جانشون در خطر هست. در کشوری که حکومت استبداد اسلامی حاکم هست و روزانه مرتکب جنایت‌های بسیاری میشه و اثر بر زندگی میلیون‌ها انسان در ایران تنگ کرده، اگرچه بسیاری از هموطنان زندگی در ایران رو ترجیح میدن که نداشته باشن و به کشورهای دیگر پناهنده میشن یا پناهجو میشن. بهتر هست ترجیحاً در این ارتباط نظرات کارشناسان رو در این ارتباط داشته باشیم، اینکه برای بیرون آمدن از کشور چه راهکارهایی لازم هست و آیا باید به هر قیمتی شده اون کشوری که مال ماست باید ترک کرد. در اینجا همراهان عزیزی داریم، جناب عمر مینایی و جناب یدی بلدی، همراهان برنامه ویژه همبستگی پناهجویان. ابتدا صحبتم رو با جناب عمر مینایی آغاز میکنم. جناب مینایی، همونطور که میدونید و با توجه به صحبت‌هایی که اخیراً شده، کسانی که به هر حال بر اجبار و بر حسب ظلم مستمری که جمهوری اسلامی بر مردم روا می‌داره مجبور هستن کشور رو ترک کنن، اما ممکن هست در این راه دست به خطر بزنن و راه رو بلد نباشن. شما چه پیشنهادی دارید برای اینکه دوستان بتونن در این مسیر آگاهانه راهشون رو انتخاب کنن؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. سلام و درود دارم خدمت شما دوست بسیار عزیز من آقای بلدی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. متاسفانه بخشی از مردم ایران برای زندگی بهتر دست به ریسک بسیار بزرگ و خطرناکی میزنند. این روزا صدها میلیون تومان هزینه میکنند و نهایتا میبینیم تعداد معدودی از این مردم به مقصد میرسند. تعدادی در این مسیر خطرناک جان خود را از دست میدهند. همچنان که شاهد بودیم در چند هفته گذشته 5 نفر از خانواده سردشتی در دریای منش متاسفانه جان خود را از دست دادند و پول بسیار زیادی هزینه کرده بودند. سرنوشت خود را به دست چند نفر قاچاقچی سپردند و نهایتا این ماجرای غم انگیز از آن به وقوع پیوست. و بقیه مردمی هم که در این مسیر خطرناک قدم میگذارند یا به کشور خود دیپورت میشوند و یا ناچار هستند در کشورهای مثل ترکیه، یونان یا کشورهای اروپای شرقی به کارهای بسیار سخت و طاقت فرسا تن بدهند. و این واقعیت اینه که مهاجرت به یک معضل بسیار بزرگی تبدیل شده است، یه معضلی که باید یه فکری براش کرد. ما نمیتونیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم، بگیم مهاجرت نکنید. ببین، بحث مهاجرت زمانی آغاز شده است که این مسیر اطمینان داشته باشی که این مسیری می‌خوای بری یک مسیر امن است، مطمئن است. شما میتونی در این مسیر مهاجرت به مکانی برسی که از اونجا هم امنیت خودت، هم امنیت خانوادت، هم امنیت کار و شغل و اینها وجود داشته باشه. این امنیت امروز، این امنیت وجود نداره. امروز مردم ناچار مجبور نیستن تمام دار و ندار خود رو، تمام زندگی خود و خانواده رو روکولشون بگذارن، با وجود اینکه بخش بسیار وسیع از مردم اساسا مشکل امنیتی ندارن، مجبور نیستن زندگی خود را حراج بکنن، مجبور نیستن زندگی خود را به خطر بیندازن. این کار رو نکنن، این کار بسیار خطرناک است، بسیار هزینه بر است. کمتر کسی واقعیت این است به این مقصدهایی که رسیدن این افرادی که
میخوان برسن میرسن. به همین خاطر باید ماند، باید در کشور خود، واقعیت این است که ماندن در کشور برای تغییر و تحول بنیادی تلاش و فعالیت کردن بسیار از این مناسب تر است که انسان ها زندگی خود و خانواده را به خطر بیندازند. سوای از این که تعداد بسیار محدودی از انسان ها به خاطر مسائل امنیتی، به خاطر اینکه جان خود یا جان خانوادهشان در خطر از مجبور هستند، این راه بسیار سخت رو با وجود اینکه اشرافیت کامل دارند که این راه بسیار سخت است، بسیار ناهموار است، ممکن است سالها در انتظار باشند که به یه مکان امنی برسند، این افراد مجبور هستند این مسیر رو انتخاب بکنند. و ما هم میدونیم در قوانین بین الملل با وجود اینکه آمده است تو ماده 13 که مهاجرت به رسمی شناخته شده است، اما این به این مفهوم نیست که این به رسمی شناخته شدن تمام امکانات رو در اختیار این مردم قرار میدهند. و ماده 14 رو ما باید فراموش نکنیم، اگر بخواهیم هر حرکتی رو انجام بدیم بسیار سنجیده باشد. ماده 14 صراحتا میگوید تنها افرادی میتوانند شامل قوانین پناهندگی و پناهجویی قرار بگیرند که به علت عضویت در یک جریان سیاسی یا به علت دارا بودن یک عقیده سیاسی یا اینکه یک اقلیت ملی و مذهبی که امنیت اینها در کشور خودشان به خطر افتاده باشد و این به خطر افتادن مستند باشد و این به خطر افتادن برای نهادهایی که برای مثلا وکلایی که در کمیساره عالی پناهندگان یا در اداره مهاجرت ترکیه میخوان از اینها مصاحبه بگیرند، اینها بتونن قانع بکنن، مستندات خود رو ارائه بدهند که بتونن از این حق استفاده بکنن. متاسفانه به این شکلی که امروزه حجم بسیار وسیعی از مردم از کشور خارج میشوند، غیر از اینکه زندگی و دار ندار خود را نابود میکنند، واقع دین نتیجه مثبتی از این نمیشه گرفت. یا افرادی که میخوان از ایران فرار بکنند و فرار میکنند به علت اینکه امنیت براشون در ایران وجود نداره، متاسفانه میان تو ترکیه به صورت قاچاق میمونن یا زندگی و سرنوشت خود را به دست یک عده پناهجوی فرصت طلب سودجو میدن، نهایتا در یا در فرودگاه دستگیر میشن یا در قایقا به صورت اون عده ای که مجبور شدن خود رو تحویل کشور مصر بدهن یا در یونان در جای دیگه. این به کار بسیار خطرناکی، اگر هم مجبور هستید کشور را ترک کنید، مسائل امنیتی براتون پیش اومده، اینجا حتما که اینجا اومدید تو ترکیه خود را قانونی معرفی بکنید، درخواست پناهندگی بدهید و این پروسه را به صورت قانونی طی بکنید تا حتی اگر مسئله دیپورت یا هر مسئله دیگه برای این پناهجویان پیش اومد، بتوان به صورت قانونی از اینها دفاع کرد. وگرنه دولت ترکیه مصمم هست هر کسی به شکل غیر قانونی اینجا بیاد یا از مدارک جعلی استفاده بکند، اینها رو به ایران دیپورت بکند، دست و بال وکلای حقوق بشری، دست و بال نهادهای بین المللی حقوق بشری در اینجا بسته میشه دیگه. چون این افرادی که به شکل غیر قانونی وارد شدن متاسفانه توجه نمی کنن، به شکل غیر قانونی نمی توان قانونی از اینا دفاع کرد. بنابراین توصیه ما این است، حتی امکان از کشور خود خارج نشید، به زندگی خود چوبی هراز نزنید، سرنوشت خود و خانواده خود را به خطر نیندازید و اگر هم مجبور شدید حتما به شکل قانونی در هر کشوری که می رسید اونجا ثبت نام بکنید و به شکل قانونی درخواست پناهندگی از کمیساره و دیگر مجامع بین المللی بدهید. و از شما سپاسگزارم و به همگی شما خسته نباشید. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب مینایی. دعوت میکنم از جناب یدی بلدی، جامعه شناس و مدافع حقوق پناهجویان که همیشه یار و همراه برنامه همبستگی جهانی با پناهجویان هستند. جناب بلدی، نظر شما رو میخوایم در این ارتباط بشنویم. لطفا بفرمایید دوستانی که به هر حال در داخل ایران تصمیم میگیرن از کشور خارج بشن، باید چه مواردی رو در نظر بگیرن و در غیر این صورت دچار چه مصیبت هایی خواهند شد؟ بفرمایید. خواهش میکنم. با عرض سلام به خدمت شما و دیگر بینندگان و دیگر دوستان عزیز، واقعیت اینه که مسئله پناهندگی مسئله بسیار بسیار تبدیل به مسئله بسیار دردناکی شده، در اینکه جمهوری اسلامی با جهنمی که برای مردم ایران به وجود آورده، برای فعالین سیاسی
و برای بخشی از انسان‌ها که تحمل زندگی کردن در اونجا را ندارن، این حق باید داشته باشند که به یک کشوری پناه ببرن که در اونجا از امن و آسایش برخوردار باشن. این یک سوی قضیه هست، و سوی دیگر هم وظیفه کشورهای غربی هست که پناهندگی بدن، این چون در قوانین خودشان هم نوشته شده. اما این کشورها همواره کشورهایی هستند که جنایات بزرگ انجام میدن و به قول خودشون کمک‌های بسیار بسیار کوچک بشر دوستانه و حقوق بشری انجام میدن. در این 30 و چند سالی که من در اروپا هستم شاهد بودم که واقعا چه دردسرهایی، چه مشکلاتی، چه رنجهایی رو پناهندهای ما در راه متحمل شدن. بارها بوده که کودکان و زنان و مردان در این راه یخ زدن. این خبر دقیق هست و میشناسم و کسانی که از خانواده اینجوری یا اتفاق افتاده که کودکانی بوده در وسط راه گم شدن، 4 نفر 5 نفر بودن آمدن، الان وقتی که به اروپای غربی میرسن میشن 3 نفر. خب ببین، اگه یک فرزند در وسط راه به هر حال از کوه سقوط کنه یا فوت کنه یا به هر شکلی، این درد بسیار دردناک است. اما باز قابل تحمل تر از اون هست که بچه انسان گم بشه و سرنوشتش هیچ گونه آگاهی نداشته باشید. بیان ببینید، همین در هفته های اخیر ما چه خبرهای دردناکی شنیدیم. اون خبر خانواده سردشتی که چگونه قربانی شدن، اون خبری که از مصر میرسه که در اونجا چقدر توهین‌آمیز و چقدر تحقیرآمیز این مقامات مصری با اینها برخورد میکنن. عامل تمامی این دردها و رنجهایی که مردم ما متحمل میشن جمهوری اسلامی است که این زندگی را به یک جهنمی برای مردم ما تبدیل کرده. من بارها گفتم، بازم در اینجا تکرار میکنم عزیزان، هموطنان، اگر امکانش هست برای شما که به یک کشور اروپای غربی بیایید به طور مستقیم، اشکالی نداره. اینجا مناطق مشکلات خاص خودشه داره. همین امروز که ما تظاهراتی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی برپا کرده بودیم، تعدادی از این پناهنده‌ها که حدود 1-2 سال از اینجا آمده بودن، آمده اونجا باهاشون صحبت میکردیم، متاسفانه هنوز هیچ گشایشی در کارشون انجام نشده و به اینا گفتن شما برید از سفارت جمهوری اسلامی، برید در اونجا به حساب ورقه بگیرید، به حساب برگه ای بگیرید که ما به شما اقامت 3 ماه و 6 ماه میدیم. که من به ایشان گفتم به هیچ وجه پاشون به کنسولگری باز نشه، چون اگر اونجا باز بشه دولت آلمان بلافاصله اینها رو پس میفرسته. اینا با هزار امید و آرزو بلند شدن آمدن اینجا. واقعیت اینه دوستان عزیز، اگر هر شرایطی در کشور ما وجود داره، خیلی شرایط مشکلیه از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر تبعیض، ما کاملا میپذیریم و قبول داریم. اما عزیزان، این راه پرخطر را نپذیرید. راه ترکیه، راه ایتالیا، راه یونان راه درستی نیست. شما دچار مخمصه میشید و دچار مشکل میشید. و خواهش میکنم، بازم تکرار میکنم، اگر امکانش اروپای غربی هست که اونم باز مشکلات خاص خودش داره. الان هستن کسانی که 7 سال هست هنوز در هایم ها دارن زندگی میکنن، روزانه به اینا غذا میدن و یک پول تعجیبی بسیار بسیار ناچیزی هم به اینا پرداخت میشه، ولی هنوز کارشون درست نشده و هنوز پناهندگیشون پذیرفته نشده. شرایط بسیار مشکل شده، بسیار دشوار شده. من ازتون خواهش میکنم با برنامه بیایید، ولی متاسفانه خب شما چون در اینجا نیستید مشکلات و شرایط اینجا را هم نمیدانید. و با اون عده از هموطنان عزیز منم که در خارج از کشور زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن، وقتی که به ایران باز میگردن متاسفانه در اونجا تبلیغات بسیار نابهنگامی را انجام میدن، یعنی گونه نمود میکنن که در اینجا واقعا بهشت برین هست و در اینجا همه چیز در رفاه هست، در صورتی که از زحمات کاریشان هم صحبت نمی کنن، از تحقیرهایی که در این جامعه میشیم صحبت نمی کنن. بازم تکرار میکنم عزیزان، خواهش میکنم عزیزون، اگه با برنامه اروپای غربی میایید، باز با تمام مشکلات باز ارزش داره، میتونید بیایید. اما اگر میخواید از طریق ترکیه و یونان وارد کشورهای اروپای غربی بشید، خواهش میکنیم نیایید. من شاهد بودم کلاهبردارانی به نام قاچاقچی چگونه شیادبازی در آوردن و این پولهای شما را گرفتن که با زحمات سالیان به دست آمده.
چگونه عزیزانتان را از دست دادین، چگونه در این راه تحقیر شدین توسط پلیس ترکیه، توسط پلیس یونان. امیدوارم موفق باشید. تنها راه اینه که ما این حاکمیت جمهوری اسلامی رو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بسپاریم. سپاسگزارم. من هم سپاسگزارم از صحبت‌های شما جناب بلدی. و دوستان عزیز، دوستان همراه، همونطور که صحبت‌های عزیزان رو در این برنامه شنیدید، به هر حال پناهندگی یک حقه، ولی برای برخوردار شدن از این حق باید که مسیر درست اون رو پیمود. اما برای اینکه دچار این سانحه یا خطرات و ریسک های ناشی از خطرات پناهندگی نشیم و پناهجویی رو که زندگی بسیار بلا تکلیف و در شرایط اسفباری هست، مخصوصا در شرایط کنونی، این رو برای خود و خانواده خودمون تحمیل نکنیم، بهتر هست که با درایت و آگاهی بیشتری برنامه ریزی داشته باشیم و تصمیم کنیم و شک نداشته باشیم که برای از بین بردن معضل پناهجویی، به خصوص برای جامعه ایرانی، باید از این حکومت استبداد مذهبی گذر کرد. ممنون و سپاس از اینکه همیشه همراه و شنونده برنامه ما هستید و با پیشنهادات خودتون همیشه باعث میشید که بتونیم در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم. از نظرات شما همیشه استقبال می‌کنیم و با ما در تماس باشید. تا برنامه دیگر، بدرود.